سلام، وقتتون به خیر باشه. با شبنامه در خدمت شما هستیم. شب گذشته بحث یمن رو هم بررسی کردیم، میخواستیم موضوع رو از زاویه نگاه آخر زمانی بهش بپردازیم. احساس میکنم لازم هست کمی در خصوص یمن صحبت بکنیم و ببینیم چه کسانی دقیقا در یمن مستقر هستن. ما داریم در باره کیا صحبت میکنیم. در نهایت بحث رو در حوزه آخر زمانی با همدیگه جمع‌بندی بکنیم. بر اساس آمارهایی که درباره یمن وجود داره، بیش از 40% جمعیت یمن رو شیعیان تشکیل میدن و در بین این جمعیت 42% عمده شیعیانی که در یمن هستن شیعیان زیدیه هستن. ماجرای گرایش اینها به مذهب زیدیه هم از این قرار بوده که بعد از حادثه عاشورا زید بن علی تصمیم میگیره که قیام انجام بده و هیچ منطقه ای رو بهتر از یمن برای بلند کردن این پرچم قیام نمیبینه. او تصمیم میگیره که قیام خودش رو از یمن شروع بکنه و اتفاقا یمنی ها هم حسابی یاریگر میشن و اکنون عمده جمعیت یمن رو این مذهب تشکیل میدن. یک نکته جالبی که درباره فرقه زیدی وجود داره این هست که شباهت‌های بسیار زیادی به همین شیعیان اسنشری دارن، شیعیانی که الان در ایران هستن. 12 امام شیعه رو هم اینها نظر قطعی دارن که اینها امام هستن. و نکته جالب اینجا هست که از زمانی که انصارالله و رهبر انصارالله فعالیت‌های خودشون رو در یمن جدی‌تر کردن، بسیار تلاش کردن برای اینکه این اختلاف‌هایی که مذاهب شیعه یمن با شیعیان ایران دارن کمرنگ تر بشه و تلاش کردن که نگاه فکری اینها رو به شیعیان ایران نزدیک تر بکنن. حالا ماجرای گرایش اینها به اسلام و ماجرای ارتباطشون با ایران چی بوده؟ من قبل از اینکه اینها رو توضیح بدم، برای اینکه اهمیت ماجرا رو برشون شرح بدم، به یک نکته میخوام اشاره بکنم. تقریبا در هر یادواره شهدایی که در شمال کشور برگزار میشه و نامه ای به رهبر انقلاب میزنن، درخواست میکنن که ایشون هم یک پیامی بده برای این یادواره شهدا، رهبری به یک نکته اشاره میکنه و اون نکته درباره ایرانی هایی هست که در گذشته تاریخ ما به یمن رفتن و اونجا ایفای نقش کردن. اشاره ایشون به یک گروه هست که اونها الان در یک قبرستان در یمن، اگر اشتباه نکنم، به نام قبرستان تبریون حضور دارن. اینا ایرانی هایی هستن که در یمن رفتن، ایفای نقش کردن. باشون مفصل کار داریم. اینها رو گوشه ذهنتون داشته باشید، بریم تاریخی بررسی بکنیم، ببینیم اصلا ماجرای ارتباط اینها با اسلام از کجا شروع میشه. ماجرا از این قرار بوده که پیامبر فردی به نام خالد رو به یمن میفرسته. این آقا مسئول میشه که اونجا بره اسلام رو تبلیغ بکنه و از مردم بخواد که به سمت اسلام گرایش پیدا کنه. چیزی حدود 6 ماه این شخص در یمن بوده، هیچ کس هیچ گرایشی به اسلام پیدا نمیکنه، هیچ کس به حرفای این شخص توجه نمیکنه. بعد از اینکه این شخص برمیگرده و به پیامبر اعلام میکنه که من رفتم، این اقدام رو انجام دادم، کسی هم به اسلام گرایش پیدا کرده، پیامبر امیرالمومنین رو مأمور میکنه که ایشون بره و اسلام رو در یمن ترویج بکنه. زمانی که امام علی مسیر یمن رو در پیش میگیره، یک جمله رو پیامبر بهشون میگه و اون جمله این بوده که به یمن برو و بدون که اگر کسی به واسطه تو هدایت پیدا بکنه، این مثل خورشیدی هست که میتابه و از همه چیز برای تو بهتره. خورشید یکی از ویژگی هایی که داره این هست که میتابه و آلودگی ها رو، کثیفی ها رو و نجاست ها رو پاک میکنه دیگه. در دنیای ما در آخرالزمان یکی از خطراتی که دنیای ما رو تهدید میکنه و انسان ها رو تهدید میکنه، یک آلودگی هست به نام تکفیر. این آلودگی کثیفی که از دامن وهابی ها بلند شده. حالا فضای یمن رو مرور بکنید. این یمنی ها همون خورشیدی هستن که پیامبر به امیرالمومنین میگه اگر بتونی یه کاری بکنی که اینها تابیدن پیدا بکنن، این از همه چیز برای تو بهتر خواهد بود. چون اینها به یک نقطه‌ای میرسن که اون نقطه نجات بخش عالم در آخرالزمان خواهد بود. امیرالمومنین به یمن میره و اونجا با یک ایرانی زاده روبرو میشه. ایرانی زاده ای که پادشاه یمن بوده و بر اون منطقه‌ای که امیرالمومنین اونجا مستقر میشه حکومت میکرده. حالا ماجرای حضور این ایرانی در یمن به کجا برمیگرده؟ این برمیگرده به چند دهه قبل از اسلام، ماجرایی که مربوط به دوره ساسانی بوده. در زمان ساسانی ها سیف حاکم یمن یک پیامی رو برای پادشاه ساسانی میفرسته و میگه من از شما این درخواست رو دارم که یک لشکری رو از ایران به این سرزمین اعزام بکنید و ما رو یاری بکنید. اگر این اتفاق نیفته، حبشی هایی که به اینجا اومدن و یمن رو اشغال کردن، اگر اینها اینجا بمونن، ما با مشکلات جدی تری روبرو میشیم. پادشاه ایران در اون واضح زمانی لشکریانی رو میفرسته و اونها میرن اونجا، نبردهایی رو انجام میدن، به یمنی ها کمک میکنن، حبشی ها شکست میخورن و ایرانی ها همونجا میمونن. اونجا با دختران یمنی ازدواج میکنن و ماجرای حضور بازان، این پادشاهی که در دوران امیرالمومنین اونجا حضور داشته و ایرانی زاده بوده، هم به همین داستان
برمیگرده. پس گفتیم که خالد 6 ماه تلاش میکنه هیچ کس در یمن مسلمان نمیشه، امام علی میره اونجا مستقر میشه. بعضی ها در تاریخ میگن که اولین نفری که به امیرالمومنین ایمان میاره و اسلام رو میپذیره همین پادشاه ایرانی زاده بوده. بعضی ها هم میگن اولین نفری که خانم ایرانی از همون قبایل ایرانی بوده و در این موضوع تردیدهای وجود داره. به هر جهت امیرالمومنین اونجا میره و اولین گروه از قبیله همدان یا همدان بودن، اینها همگی به اسلام گرایش پیدا میکنن. انقدر هم از رفتار امیرالمومنین خوششون میاد که وقتی سالها از این ماجرا میگذره و پیامبر رحلت میکنن، حاکمان مختلفی بر جامعه اسلامی حاکم میشن، بعدش امیرالمومنین در کوفه حاکم جامعه اسلامی میشه، این قبیله از همدان بلند میشن میرن کوفه. چهره های مطرحی که در تاریخ اسلام شما اسمشون رو شنیدید، مالک اشتر، عمار یاسر، اویس قرنی، اینها و یاران وفاداری که ما در کنار پیامبر و امیرالمومنین دیدیم عمدتاً همین یمنی هایی هستن که در اون بازه زمانی گرایش پیدا میکنن و بعد هم میان یاریگر پرچم حق میشن و حضورشون در کنار امیرالمومنین هم برای رسیدن به قدرت نبوده. شما خیلی ها رو میبینید بعد از اینکه یه نفر به یه قدرتی میرسه اینها میرن دور اون شخص رو میگیرن برای اینکه به منافعی برسن دیگه. یمنی ها از لحظه که امیرالمومنین در کوفه حکومت تشکیل میده میرن و یاریگر حضرت میشن و در یکی از نبردها چند هزار کشته برای دفاع از امیرالمومنین تقدیم میکنن. بعضی ها کشته های جنگ صفین رو چیزی حدود 25,000 نفر عنوان کردن، میگن به حدی اینها سلحشوری به خرج میدن در اون نبرد، به خصوص قبیله همدان به حدی سلحشوری به خرج میده که امیرالمومنین یک شعر اونجا در وصف اونها میگه و در اون شعر میگه که من اگر دربان بهش باشم، خطاب به قبیله همدان، میگویم به سلامت داخل شوید. در حال حاضر یک مسجد هم در صنعا پایتخت یمن وجود داره، این مسجد به نام امیرالمومنین هست. این مسجد رو یک بانوی یمنی به نام فاطمه ساخته. این بانوی یمنی همون شخصی است که گفتم بعضی ها میگن اولین شخصی بوده که ایمان میاره و گرایش پیدا میکنه به اسلام. ویژگی های عجیبی دارن، هر کجای تاریخ رو که میبینید رگه هایی از اینها هستن. بخش قابل توجهی از لبنانی ها، به خصوص اون شیعیانی که امروز در کنار ما هستن، همین یمنی هان، یمنی هایی هستن که در اون بازه زمانی اومدن در کوفه. الان بعضی هاشون در قالب شیعه اشایر عراق هستن، بعضی هاشون رفتن یمن و ظاهرا اینها در دنیا چیزی فراتر از پول رو فهمیدن، چون هر کجای تاریخ رو نگاه میکنی اینها هزینه دادن. در ماجرای کربلا تعدادی به شهادت میرسن، 34 نفرشون یمنی بودن. بعد این حادثه در ظاهر زمانی که به شهادت لشکر حسین ابن علی منجر میشه، باز اینها بی خیال نمیشن، اینا با محوریت زید قیام میکنن، کسی هم نبوده یاریشون بکنه، میان تبرستان، میان سراغ ایرانی ها دوباره و درخواست میکنن با کمک ایرانی ها میان یک قیام رو تشکیل میدن و یک سلحشوری رو دوباره در تاریخ رقم میزنن. یک ویژگی جالبی دارن یمنی ها و اون ویژگی اینه که میگن اگر شخصی وجود داشته باشه، اون شخص اصالتا از اهل بیت پیامبر باشه، یعنی یک سیدی وجود داشته باشه که اون سید تصمیم بگیره که پرچم قیام بلند بکنه، بر ما واجب هست که نه اینکه یاریش بکنیم، بر ما واجب هست که او را امامی بدونیم که قیام کرده و ما وظیفه داریم یاریش بکنیم. از نظر یمنی ها آیت الله خامنه ای و آیت الله خمینی امامانی هستن که پرچم بلند کردن و یمنی ها باید یاریشون بکنن. جالب بدونید بعد از انقلاب سال 57 1,000,000 نفر در یمن بر اساس بعضی از آمارها شیعه میشن، تعدادشون فرزندان وهابی های بسیار تندروی یمن بودن. اجازه بدید برگردیم به تاریخ. زیدی ها در یمن چندین بار قیام میکنن، مهمترین سال 299 قمری بوده. این قیام شکست میخوره و بعد از این قیام اون کسانی که به مذهب زیدی گرویده بودن پای این مذهب میایستن. با اینکه این مذهب شکست میخوره، اینها ثابت قدم پای اون میایستن. 100 سال بعد یک نفری در یمن پیدا میشه، این شخص میخواد قیامی رو انجام بده، میاد ایران، با ایرانی ها صحبت میکنه، با مردم دیلم و تبرستان صحبت میکنه. 800 نفر از مردم دیلم و تبرستان میپذیرن که شمشیر بلند بکنن. اون موقع به این شکل هم نبوده که شما لشکرت رو از ایران با هواپیما، با خودرو، با چیزهای دیگه بتونی 1000 کیلومتر آنسوتر در عراق و سوریه مستقر بکنی. این 800 نفر بلند میشن، شمشیر به دست میگیرن، همه راهی میشن میرن یمن. حالا شما فاصله ایران تا یمن رو تصور بکنید، میرن اونجا میجنگن، ایستادگی میکنن و اولین حکومت شیعی در یمن پایگذاری میشه. و جالب بدونید که در یکی از زیارتگاه‌های یمن در سعده یک منطقه وجود داره، به اینجا میگن تبریون. خیلی ها زمانی که میخوان برن زیارت میرن اونجا میایستن، ادای احترام میکنن به اون کسانی که مزارشون اونجا هست. این تبریون همین 800 نفری هستن که شمشیر رو دست میگیرن، میرن اونجا و اون حکومت رو پایگذاری میکنن و دشمنان ایران و یمن رو اونجا عقب میرانن. یک نکته جالب هم بهتون بگم، یک زیارتگاهی در آستانه اشرفیه هست. شما تصویرش دارید مشاهده میکنید، امامزاده اشرف در شهرستان آستانه اشرفیه
شافعیه. این امامزاده یکی از امامان یمنی ها هست، امام غیر معصومی که قیام کرده و اونها موظف بودن یاریش کنن و یاریش کردن و به شدت هم براش احترام قائلن. یک جمله رو آیت الله خامنه‌ای سال 83 درباره ایرانی هایی که به یمن رفتن میگه، من میخوام از روی متن براتون این رو بخونم. میگه که از همین مازندران و گیلان ما، منطقه شمال رشته کوه البرز، یک عده‌ای از ایرانی های ما بلند شدند و به یمن رفتن و حکومت شیعه زیدی را آنجا برپا کردن. میگه این حکومت شیعه زیدی هم که الان اونجاست اینو ما برپا کردیم. یمنی ها شیعه زیدی هستن و حکومت زیدی داشتن. این به وسیله سربازان ایرانی و مجاهدان و مدافعان اسلام و تشیع صورت گرفته است. در سال 92 دوباره در یک جلسه همین رو مطرح میکنن با یک ادبیات دیگه. ابتدا اشاره میکنن به یمنی ها و به ایستادگی اونها و کار بزرگی که اینها در طول تاریخ انجام دادن. بعد میگه که حتی بعدها که عده‌ای از سادات زیدی و رزمندگان پیرو مکتب زید میخواستن در یمن کارهایی را انجام بدهند، از مازندران کسانی رفتن به آنها کمک کردن و توانستن حکومت علوی و حکومت زیدی را در آن قرون اولیه در یمن به وجود آورند. این صحبتایی که ایشون درباره یمن داشتن و درباره ایرانی ها در یمن داشتن بسیار زیاده. فقط یک نمونه دیگه اشون میخونم و عبور میکنم. ایشون در سال 1380 اشاره میکنم به این جمله، از همین منطقه، اشارهشون به گیلان هست و این جمله بوده که در دیدار با جمعی از مردم گیلان گفتن، از همین منطقه چند هزار مرد شجاع و دلاور برای یاری فرزندان زید ابن علی به یمن رفتن. حکومت علوی یمن با بازوی دلاور مردان این خطه، یعنی مردم گیلان، بر سر کار آمد. زیدی ها در یمن هیچ نیروی نداشتند. گیلانی ها به آنجا رفتند و حکومت فرزندان زید ابن علی شهید را سرپا کردند. این آغاز تاریخ اسلامی این منطقه است. دوستان عزیز، تاریخ یمن رو هم بررسی کردیم. من شب گذشته بحث اهمیت یمن برای صهیونیست‌ها و یهود رو هم توضیح دادم. اگر بخوایم آخرالزمان به ماجرا نگاه بکنیم، خیلی بحث مفصلی مونده. برای مثال در بحث آخرالزمان یک واژه وجود داره، ابهام سر این واژه خیلی زیاده. بعضی ها میگن این واژه اشاره داره به شکننده چشم سفیانی که از یمن قیام میکنه. بعضی ها میگن نه، این واژه درباره یک آدمیه که چشمهاش خسته است، چشمهاش خوابالو هست و او از یمن قیام میکنه. بعضی ها میگن نه، این واژه داره به یک آدمی اشاره میکنه که او یک چشمش یک آسیبی دیده و از یمن قیام میکنه. من خیلی دوست داشتم که امشب این رو با شما در میون بگذارم، ولی لازم بود این مقدمه رو با هم بریم جلوتر. اگر احساس میکنید بحث آخرالزمان لازمه، در کامنت ها یک اشاره بکنید که ما شب آینده هم به همین قضیه بپردازیم و موضوع یمن رو کاملتر ارائه بدیم. اگر اجازه بدید من شبنامه امشب رو همینجا متوقف میکنم. مفصلتر و کاملتر تلاش میکنیم که کامنت های شما رو در پیج صهیونیست پاسخ بدیم. ویدیوهای این پیج رو حتما ببینید. ممنون از پیام شما. شبتون بخیر.